دو گزارش و سخنرانی متفاوت در مجلس شورای اسلامی ایران درباره یک موضوع واحد یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گزارشی از وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قرائت کرد که در آن سران مخالف دولت در ایران به ارتباط با کشورهای غرب متهم شدند در مقابل دبیر همین کمیسیون در سخنانی خواستار آزادی و رفع حصر از میر حسین موسوی و مهدی کروبی شد آرش سیگار چی گزارش میده؟ مردم آمدن در صحنه بساط فتنگران رو جمع کردند دو هفته از سخنرانی آیت الله رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت حماسه هماسه نوهدهی می گذارد. حالا دو روز قبل از فرا رسیدن روز نه دی گزارشی از کمیسیون اصل 90 مجلس در صحنه علنی قرائت شده که اصرار دارد معترضان بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری از حمایت کشورهای غربی برخوردار بودند نهم دی سال روز فراخان مقام های حکومتی ایران برای واکنش به اعتراضات در روز آشورایی سال 88 است امروز حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گزارشی را خواند که در بخشی از آن ادعا شده غرب پس از پایان دوران دولت اصلاحات تغییر رفتار ایران را در دستور کار قرار داد وی همچنین گفته است مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی برای آمریکا پیامهایی فرستاده و محمد خاتمی هم با سفرهای پیاپی برای حمایت غرب از موسوی تلاش کرده است ادعای این نماینده اصولگرا در حالی مطرح شده که پیش از این رهبران مخالف دولت در ایران هر گونه ارتباط با کشورهای غربی را رد کرده بودند همچنین محمد خاتمی بعد از انتخابات اجازه خروج از ایران را نداشته و تا سه ماه قبل از انتخابات سال 88 خود قصد شرکت در آن انتخابات را داشت هم در همین رابطه خواستم تذکر بدم که طلبان مجلس واکنش چندانی به اظهارات امروز حسین فدایی نشان ندادند تنها داریوش قنبری به نشانه اعتراض صحن مجلس را ترک کرد و مصطفی کواکبیان هم به تذکری اکتفا کرد این نامه مجلس میگوید تنها بعد از تصویب اعضای هر کمیسیون گزارش آن کمیسیون میتواند قرائت شود اما در مورد گزارش امروز کمیسیون است نود چون این روندی طی نشد و محمد رضا باهنر رئیس امروز مجلس فقط گفته حیف است در آستانه نوه دی این گزارش را نخوانیم اقدامی که به نظر می رسد از سوی مجلس برای جلب نظر رهبر ایران در آستانه نوه دی صورت گرفته باشد در مقابل این گزارش کمیسیون اصل 90 فاضل موسوی عضو هیئت رئیسه این کمیسیون با انتقاد شدید از سیاست های داخلی و خارجی محمود احمدی نژاد از دستگاه قضایی ایران خواست به حصر میر موسوی و مهدی کروبی پایان دهد میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از 25 بهمن سال گذشته بدون طی روند دادرسی در حبس خانگی به سر میبرند. اصحارت فاضل موسوی در حمایت از موسوی و کروبی با واکنش های متفاوت نمایندگان مواجه شده است برخی با فریاد احسن با سخنان او همراهی کردند و برخی با فریاد مرگ بر ضد ولایت فقی اعتراضشان را نشان دادند حتی محمود احمدی بیغش از نمایندگان حامی دولت قصد حمله به فاضل موسوی را داشت که نمایندگان دیگر مانع از اقدام وی شدند آرش سیگارچی صدای آمریکا